هفته اردیبهشت سال 1402 من بدون اینکه بدونم چی در انتظارمه این ساکو بستم که به خیال خودم برای یک هفته برم سفر به پوکت تایلند و بعدش برگردم به زندگی. اما دنیا و کائنات و حالا هر چیزی که اسمش هست برنامه دیگه ای واسم داشت. اینجا مثلا هیچ ایده ای نداشتم. آخرین باری که دارم قدم برمیدارم توی خونمون. بعدم نشستم تو ماشین بابام تا برسونتم به فرودگاه امام. اونجا با خالم نشستیم منتظر که بریم کارت پروازمون رو بگیریم. همون پروازی که برای یک هفته بعد برگشتش هم خریده بودم من. قرار بود واقعا برگردم تهران. ولی خب دیگه نشد و پرواز من یک طرفه شد یه جورایی در نهایت. این آخرین لحظات من تو خاک ایرانه. باورم نمیشه اصلا. اون موقع تنها چیزی که داشتم بهش فکر میکردم این بود که ایشالله اون وسط خالی میمونه ما بتونیم بخوابیم. بعدم که رسیدم تایلند، جایی که در نهایت 40 روز توش موندم و شمال تا جنوبش رو تنها گشتم. اون یک هفته اول که هنوز روی برنامه داشت زندگیم پیش میرفت خیلی به هم خوش گذشت، ولی شب قبل از پرواز برگشتم خبر رسید که شاید بهتر باشه یکم صبر کنم برای برگشتنم به تهران. خیلی دوست دارم. منم خیلی تو رو دیگه خوشحالم که با هم این سفر اومد. انشالله دور دنیا رو بگردیم با هم. آه خیلی با هم. دیگه امشب بغلت میکنم میخوابم. نه نه اون رو تخیل. بچه مونه سردیش میسازه نگرمیش. نه از چیزه سبب خیره. بعد همه که هم مشابار بکنم بگیرم اگر مال ماه. Thank you. بذار برم بگیرم خیلیت میشوده. نه صحبتات بکن. خیلی ببین من اصلا از وقتی 14-15 سالم بود خیلی رویا پردازی میکردم که بیام سمت آسیای شرقی بچرخم. و مثلا چونم و این که ژاپن کره نمیتونی بری. خب اونو سخت‌تر و گرون‌تره. بعد این که یه فانتزی هم که داشتم این بود که وقتی یه سفری برم ندونم قراره کی برگردم. بلیط پرواز و برگشت رو نداشته باشم. ندونم قراره چی. و الان خدا خودش واسه هم درست کرد. خدا رو شد. حالا خیره. خیره. روز پرواز به تهران رسید و قراره که من فقط تا بانکوک با خالم همراهی کنم. تو راه هم از استرس بالا آوردم اینجا. میگم که به جای اینکه سرش رو موبایلش باشه با من وقت بگذرونه. هر مهاجرت میکنه. نه بابا هفته دیگه برمیگردم. نه نه. هفته دیگه برمیگردم تهران. میریم خونه مادرشون. میشه بگم میخوام پول بدم اینجا بخری پیدا کردی بهم بخری چی بخرم؟ خاله من همه چی دوست دارم بخری تو خرید نمیری؟ فقط میرم قضا مثلا بگم خب پول بدم نه نمیخوام. بعد یکی از دوستام سپرده واسه اش عطر بگیرم ببرم ولی استرس اون رو دارم هنوز پیدا نکردم. امیدوارم تو فرودگاه بانکوک بتونم بخرم بدم به خالم که واسه اش ببرم. بعد آره دیگه اون بنده خدا مارد کراسیو $20 خیلی بیاد بنده خدا اونم حالا داستان داره ایشالله که خیره. هر چیزی یه مصلحتی داره. ما اصلا خبر نداریم از نظم دنیا. یک چیزی از دست میدی هزار تا چیز به دست میاری. نمیدونی که آره مرسی همه چی با هم که اونجا این موان هم خیلی نازه حسودت میشه. من مگه موان دو واقعا هیچ ایده‌ای نداشتم که چی در انتظارمه. خدافظی کردم از خالم، تاکسی گرفتم و رفتم به سمت هاستلی که رزرو کرده بودم. اکثر عکس و ویدیو رو پاک کردم راستش از اون روزا چون اصلا جالب نبود. گفتم استفراغ کردم توی راه رفتم به فرودگاه پوکت. من دیگه از اونجا استفراغ‌های سریالیم شروع شد و همش یکی دو روز یه بار وقتی که یهو استرسی می‌شدم و وحشت می‌کردم از شرایطی که واسم پیش اومده بالا می‌آوردم. همین باعث شد که من یک کاهش وزن حدوداً 10 کیلویی تو یکی دو ماه اول سفر رو جابجایی داشتم. اینجا مالزی دومین کشوری که بهش رفتم.
بعد از مالزی هم رفتم سنگاپور. میدونم عکس و ویدیو خیلی قشنگه و وقتی روی کاغذ میاد جاهایی که رفتم و چیزایی که تجربه کردم خیلی هیجان انگیز به نظر میاد و صد البته منم خیلی شکرگزارم بابت این شانسی که واسم به وجود اومد، اما من روزای خیلی خوشی رو نگذروندم حقیقتا. البته که سنگاپور به خاطر حس امنیتی که بهم داد حالم نسبتا خوب بود، اونجا بهتر از مالزی بود قطعا. بعدم برای 40-50 روز اینا پاشدم رفتم جزیره بالی تو اندونزی که روزای خیلی خوبی رو داشتم اونجا نسبت به کشورهای قبلی، چون که دیگه جام نسبتا ثابت بود. این استودیو رو اجاره کرده بودم برای 1 ماه و خیلی بهم آرامش میداد اینکه ثبات داشتم یکم. کشور بعدی هم سنگاپور بود. داشتم تلاش میکردم آروم آروم به خاورمیانه نزدیک شم که بتونم همه خانوادمو ببینم. اینجا همون خالم که تایلند باش رفته بودم بهم ملحق شد. و راستشو بخوام بهتون بگم سریلانکا سفر جالبی برای من نبود، از نظر کشورش میگم، و خیلی خوشحالم که تنها نرفتم و کلن اگه برگشتم عقب کلن سریلانکا رو نمیرفتم. جایی نیستش که خیلی هم علاقه من باشم بهش برگردم به هیچ عنوان. یعنی تو کشورهایی که تا حالا تو زندگیم سفر کردم، اون کشوری که کمتر از همه مورد علاقمه قطعا سریلانکاست. اما خب توی این که طبیعت خیلی قشنگی داشت شکی نیست و از این نظر خوش گذشت و دیدن یه چهره آشنا بعد از چندین ماه هم خب خیلی شیرین بود برام و خیلی خوشحال بودم. بعد از سریلانکا رفتم امارات دبی و 60 روز موندم اونجا و بعد از 5 ماه که بدون خدافظی هم از خانوادم جدا شده بودم، مامان بابا و داداشم پاشدن اومدن دبی هم و دیدیم. برای همین دبی خیلی برای من عزیزه و خوش گذشت به من اونجا. اینجا هم عمان، کشوری به شدت مذهبی و سنتی، که 2 هفته رفتم اونجا. روزای جالبی داشتم، دوست خیلی خوبی پیدا کردم، ولی لهم شدم از یه نظرهای دیگه. دیگه به سلامتی رسیدم ترکیه. 15 آبان پروازم نشست اینجا و هنوزم که هنوز از استانبول تکون نخوردم و دارم استراحت میکنم. دیگه 6 ماه داره میشه دارم استراحت میکنم. اینجا خیلی شبیه تهرانه، خیابوناش، آدماش، غذاهاش، همه چیش. و خوبیش اینه که وسط دنیاه. خیلی از دوستم من توی استانبول تونستم ببینم، حتی خانداداشم هم خودش تنهایی سوار هواپیما شد اومد پیشم. راستی خونم گرفتم، یه دونه استودیو اجاره کردم که توی جای آرومه و احساس امنیت و آرامش میکنم نقطه‌ای که هستم. و خوشحال و شکرگزارم که میتونم روتین بسازم، مثلا چه میدونم کلاس یوگا برم یا حالا هر چیز دیگه یا بتونم پیگیری کنم و یه برنامه هفتگی نسبتا ثابت داشته باشم. زندگیم نسبتا نظم گرفته. دیگه میرم برای خونه خرید میکنم، آشپزی کردن رو یاد گرفتم و دیگه میتونم تنهایی زندگیمو هندل کنم. درس و کتاب و اینام دوباره به روتینم اضافه شده که خیلی خوشحالم از بابتش. و بگم دوستای خیلی خوبی هم پیدا کردم و دیگه اینجا یه کمی همچین حس خونه بهم میده. شکرگزارم از بابت تمام آدم هایی که کنارم هستن. میدونم داستانه این که خب چی شد برنگشتی ایران و داستانش چیه و چته و اصلا اینا خیلی سواله واسه‌تون و رو مخه، اما واقعا نمیتونم چیزی ازش بگم. فقط اینو بگم که من هی منتظر بودم که اوضاع و شرایطم بهتر شه بتونم برگردم و اوضاع و شرایط هی بدتر و بدتر و بدتر شد و نمیشه برگشت. نمیشه، کاش میشد. من دوست دارم برگردم کشورم، خونم، وطنم. خیلی دوست دارم برگردم. امیدوارم شرایط طوری بشه که با آرامش، چه من چه کسایی که شرط مشابه منو دارن، بتونن برن به خونشون بدون اینکه نگرانی داشته باشن برای امنیت و جونشون.